دست خانم وقتی به غذا میخوره غذا خوشمزه میشه. گوشت دوست دارم. هیرتانه اوچلو چیکه کوچلو توی سال 2016 برند برتر شده. در حال گریل کردن هستن. ماستاشی که میخوری میری فضا. این از 10 باید بشه 11. سلام بچه‌ها. سلام سلام. آقا اومدیم امروز یکی از معروف‌ترین و بهترین میشه گفت کوفته فروشی استانبول. آره حالا کوفته چیه؟ حالا یادم نمیاد. کوفته یه چیزی مثل کباب تابعی خودمونه. آره. گوشت چرخ کرده هستش. یوسف کوفته جی معروف‌ترینشه که اومدیم یکی از شعبه‌هاش که خب یکی از شعبه‌های اصلی و بزرگشه. البته همه شعبه‌هاش همینقدر بزرگه. توش قصابی داره و اینا. آره. بریم. یوسف کوفته‌جی 25 سال سابقه داره. بعد کوفته بزرگترین کوفته‌جی تو استانداردهای اروپا هستش و خب برند توی سال 2016 برند برتر شده، معتبرترین برند شده. اینا رو ولش کن. آقا تعریفشو زیاد میکنن، هر کی خورده میگه اصلا مشتری میشی. بریم ببینیم چه جوریه. جالبه که قیمتاش هم میگن خیلی مناسبه. آره قیمتاش هم بریم ببینیم. ما تا حالا نیومدیم. بریم داخلش. همه شعبه‌هاش هم رزوه خیلی بزرگه. آقا با اینکه بزرگه ولی شلوغ هم هست. یه نگاه اول اینجا بکنی به اینا. نگفتیم. این که البته مرغشه. اینجا اصل غذاش کوفته بوده. این حالا ساندویچ و کوفتش هست. الان منو رو اینجا میتونیم ببینیم بچه. ببینید. قبلش آقا یه بوی خوشمزه میاد. نگم برات. یه بوی کباب مشتی میاد. آقا این منوشه. دم در نگاه کنیم. به صورت کاملا بزرگ منو رو زده. که میتونین انتخاب کنین دقیقا. اینقدر بزرگه چند تا صندوق داره. آره یکی از صندوقاش اینجا. صندوقی که میبینین محصولات خودشون هم داره که جالبه. حالا این زیتونشون هستش. این زیتون سیاهشه. روغن زیتونشه. این سوسه یه مدل سوس مخصوصشونه. بریم. اینم باز نونه. این محصولات خاص خودش هم داره. نونه برگره نوهیر میده. نونای خودشون هستش. بفضا چقدر بزرگه. بچه این یه قسمت کوچیکشه. الان این این نسکافه هم داره. میتونی دستگاه داره نسکافه بگیری. این یه سالون. یه سالن اون طرفتر پشت اون شیشه ها هست که میتونیم با ویوی خیابون بشینیم. این طرفش هم باز میان یه راه روی داریم که ما الان داریم میریم. اون طرف هم این همینو داره. حالا چون اون ور یه چیز خاص داره که میخواییم نشونتون بدیم داریم میریم اون ور هم بهتون نشون بدیم. بچه ها صاحب اینجا آقای یوسف با حال جالبه که توی یه روستایی توی بورسا تو قهوه خونه کار میکرده. بعد کوفتهاش خیلی خوشمزه بوده تو قهوه خونه. دسر بودش. کوفتهاش خیلی خوشمزه بوده تو قهوه خونه که حالا درست میکرده و اینا. بعد رفته یه رستوران کوچولو موچولو زده با 4 تا دونه میز. بعد دیده باز خیلی کارش گرفته. رفته یه رستوران زده 600 نفره. ولی با این حال رستوران انقدر مثلا کار این یارو خوب بوده، آقای یوسف خوب بوده، 600 نفر پر میشده توش جا نبوده دیگه. اینقدر آقا ریاکای صبونه هم دارن و اینجاش دیگه قسمت جذاب و خوشبوشه. نگاه کنید. بعد نگاه کن خانوما هم دارن کار میکنن. حالا میگم چرا خانوما کار میکنن. بریم جلوتر. ببینید اینجا کلی ببینید در حال گریل کردن هستن و پشت سر هم میبرن. بعد این طرفتر این مخلفات غذا. آره مخلف. نون و سیب زمینی و این سینیه املت بود. سالاداشون رو باز بچه ها نگاه کنید اکثر آشپزها خانوم هستن. بعد ماستاشون هم ماستای معروفی. حالا میگیریم تست میکنیم. آره یه نفر من خوندم چون من چیز اطلاعات رو در آوردیم ترکیش رو در آوردیم. یارو نوشته بود ماستاشی که میخوری میری فضا. ببینیم میریم فضا یا نه. دسر هم که دارن چای مجانی میدن بعد هر چقدر بخوای یا یعنی تو بنشین بگوی بعد غذا تو بشین بگو 5 تا چای بیا. بعد آقا قصابی هم داره. یعنی اینجا که قسمت آماده ها گوشتای آماده است و سوجوک و اینا داره. اینه کوفته های خودشون هم که بهتون میدن و میتونین الان بگیرین ازشون خودتون برین خونه.
سرو کنین درست بکنین. بچه‌ها ببینید قصاباش هم خانم هستش، یعنی جزء فکر کنم معدود جای خیلی خیلی معدود جایی هستش که قصاباش هم خانومه. علی چی میگه؟ اینجا هاشون هم بچه‌ها باز ببینید، اینا حتی دوغ و اینا هم باز با برند خودشون دارن و میگم یه سالن بزرگم باز این بره که کامل میتونین بشینین و غذاتون رو میل کنین. بریم سفارش بدیم. بریم سفارش بدیم. دیگه از اونجا بریم. کفته کارشی یه تانه اوچو چیپه کوچو و یه تانه یورک. خوب آقا زدش قیمت ها رو نزد. خب این الان چیه؟ احتمالا میان از زمان میگیرن، میگن که آقا چیا خواستی؟ غذا تو بگیر. یا شاید برامون میاره. هرچی نه که سفارش شده چی هست؟ یه دونه چیتیر اوچلو. دو تا دونه ایچلو کوفته هستش، 6 تا دونه پیاز سفاری هستش با سیب زمینی سرخ کرده، بعد یه دونه کوفته ات کارشیک هستش که چند تا گوشته دیگه؟ آره کوفته داره، سوجوک داره، یه سیخ هم داره. من تست میکنم میگم چیه. خیلی هم خوشحال به نظر میده. اون ماست مخصوصه هم که سفارش داری دیگه، اون یورتو دقت کردی که همیشه چیزای خوشمزه و خیلی گوشتی و اینا رو رضا تست میکنه؟ گوشت دوست داره، گوشت دوست داره. دوست داره. پس حالا که اینطور شد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. آقا اینو اووردن فکر میکنم این الان رضا تو چیزه پیش غذا رو تست کن. پیش غذا این همه آقا پیش غذا اونا گفت که چیز داره پیاز حلقه ای داره و خورد و خوشمزه. اصلا پیاز چیز این پاکتشو این بستهشو نوشتن چیتیر اوچلو یعنی ستایی تور. این هم که ایچی کوفته هست. آره بشش بدم این آقا خیلی هم سریع آوردم. خیلی خوش بردم آقا، اصلا تعماش عالیه. تازه اول عشق است. این هم که بارد سیب زمینیه. این سیب زمینیه با کنارش بخواد اینکه دو نفریم. خب دو تا از این سس هم آورده. آره. اصلا اون سس هایی که تو بسته بندی هم داشت اولش نشون بده. بعد این سالادش خب سالاده دیگه، سالاد عادی دیگه. سالاده. آره عادیه. این هم اون ماسته معروفشون. بچه ماسته شکل پنیره. آره. بذار این برش بدم. نه ماسته. چجوریه؟ ماستش که خیلی ماست. قشنگ مشخص ماسته. مزه گوسفند میده؟ مزه گوسفند. تو فضا میری یا نه؟ من عشق رویه. عشق رویه. من رویش عالیه. فقط تموم نکنه. خیلی حسه بعدی آدم نگاه کنه به یکی چیزای خوشمزه. خیلی خوب باشه. رویه که دارن ضخامت زیادی داره و کره‌ایه. دلتو میزنی. اصلا اینجوری نیست. خیلی نازک، خیلی هم خوشمزه. آقا این کاریشی کشه. ببینین یه کوفته و یه سوجوک و دو نوع هم گوشته. آره این یه مدل گوشته، اونم یه مدل گوشته. این قیافش خیلی چیز میزنه. بچه ها یه بود گوشته میان. چربی نسبتا زیادی داره. در اون اگه گوشت و چربی دوست دارن خیلی خوشمزه است. من خودم دوست دارم. خیلی خوشمزه است. این یکی رو بخوریم. نگم برات، نگم برات چه کاری کرده با دلم. نگم برات حالت بد شد. خیلی خوشمزه است. سوجوکشون هم ببینید، چون سوجوک خودشون تولید میکنن و ببینیم طعمش چطوره با بیرونی ها مقایسه میکنه آدم چجوری میشه. بریم پس سوجوک هم بخریم. آقا اصلا همه چیش عالی. کوفتش حالا معروف به کوفته. معروف به کوفته. کوفتش یکم که چپ به نظر میاد. آه.
تو طعم‌سازی خیلی خوبه، یعنی مزه غذای مزه خیلی خوبه، یعنی قشنگ بهت میچسبه، خوشمزه است به معنی واقعی کلمه خوشمزه است. و قیمتش هم حالا میذاریم برات. چیزایی که من دیدم خیلی ارزونه، یعنی ارزونه، یعنی متوسط نیست، ارزونه. یعنی اگه ما مثلا میگیم قیمت امتیاز میدیم 10 از 10، این از 10 باید بشه 11، چون خوشمزه‌ایه که ارزون‌تر از حالت نرمالیه که تو ذهنت میاد. خوشمزگیش دلیل داره. اگه گفتی چرا؟ آها، مینا گفته بود بهتون که آشپز رو اصرار داره که خانم باشه، کلا به اشتغال خانم‌ها خیلی اهمیت میده. به خاطر اینکه اعتقاد داره اولا خانم‌ها کارا رو بهتر انجام میدن، ترتمیزتر انجام میدن. آقا یوسفو میگه. آ یوسف داره. و اینکه دست خانم وقتی به غذا میخوره غذا خوشمزه میشه، به نظر من کاملا حق داره، اعتقادش درسته. آره اعتقاد درستی داره و خیلی خیلی خوشمزه است. من میگم انتخاب نمره بدم 10 از 10 برای قیمت مزم، 10 از 10 تازه قیمت میتونم بگم 11 از 10. یعنی من تو این جایی که رفتیم به نظر من شما رو که چقدر اشتباه کردیم تا الان نیومدین، یعنی استانبول اومدین اینجا نیاین یکی از شماهاشو پیدا کنین نخورید، مثلا دستتون رفته، ما تا حالا اشتباه میکردیم، حتما همشو باید امتحان کنیم دیگه، خدافزی کنیم با هم. آره دیگه خیلی بچه ها راستی اینا بگم که کنار اکثر کنار اکثران کنار این یوسف گفتگی ها دونرش هم هستش، دونر رشو داره و همین. آره خدافز.